درگیری و اقدامات خشونت‌آمیز در سودان، فلسطین و جمهوری دموکراتیک کنگو باعث شده شمار آوارگان داخلی در سراسر جهان در پایان سال گذشته میلادی به 75.9 میلیون نفر افزایش پیدا کند که یک رکورد جدید به شمار می آید. همکارم در ادامه به گزارش مرکز نظارت بر جابجایی داخلی IDMC در این زمینه اشاره کرده که با هم می‌بینیم. یک نهاد بین المللی غیر دولتی در گزارش سالانه خود در رابطه با آمار آوارگان داخلی در سراسر جهان از ثبت رکورد بی سابقه 76 میلیون نفر خبر می‌دهد. بر اساس گزارش مرکز نظارت بر جابجایی داخلی IDMC، جنگ در سودان و غزه تعداد آوارگان داخلی در سراسر جهان را به رکورد 75 میلیون و 900 هزار نفر در پایان سال 2023 رسانده است. این مرکز در گزارش جهانی سالانه خود اعلام کرد که این رقم جدید افزایشی نسبت به 71 میلیون و 100 هزار نفر آواره تا پایان سال 2022 است که اشاره می کند 68 میلیون و 300 هزار نفر در سراسر جهان به دلیل درگیری و خشونت و 7 میلیون و 700 هزار نفر در اثر بلایای طبیعی آواره شدند. سودان با 9 میلیون و 100 هزار نفر بیشترین تعداد آوارگان داخلی را در یک کشور ثبت کرده است. در نوار غزه 1 میلیون و 700 هزار نفر تا پایان سال 2023 در بحبوحه جنگ اسرائیل آواره شدند. این دومین جابجایی اجباری در یک سال پس از 16 میلیون و 900 هزار نفر در اوکراین در سال 2022 است. بر اساس این گزارش طی 5 سال گذشته میلادی شمار افرادی که در نتیجه درگیری و اقدامات خشونت‌آمیز در وضعیت آوارگی داخلی زندگی می‌کنند 22 میلیون و 600 هزار نفر، یعنی به میزان 49% افزایش پیدا کرده، در حالی که بیشترین افزایش در این رابطه نیز در سال‌های 2022 و 2023 به ثبت رسیده است. مرکز پایش جابجایی داخلی در گزارش سالانه خود همچنین اعلام کرد که از مجموع 75 میلیون و 900 هزار آواره داخلی در جهان نزدیک به 68 میلیون و 300 هزار نفر به دلیل درگیری و اقدامات خشونت‌آمیز آواره شدند، در حالی که بلایای طبیعی نیز عامل آوارگی نزدیک به 7 میلیون و 700 هزار نفر باقی مانده می باشد. جنگ در سودان، جمهوری دموکراتیک کنگو و سرزمین‌های فلسطینی نزدیک به 2/3 از جابجایی‌های جدید مردم به دلیل درگیری در سال 2023 را تشکیل می‌دهند. گفتنی است شورای پناهندگان نروژی در سال 1998 این مرکز نظارتی را برای گزارش و بررسی یافته‌ها در حوزه آوارگان جنگ راه‌اندازی کرده است. برای صحبت بیشتر در این باره رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی از تهران با ما همراه هستند. سلام و خوش اومدید. آقای رئیسی، آیا از نظر شما چشم‌انداز مثبتی برای تغییر وضعیت جهان به سوی جهانی آری از خشونت و جنگ و آوارگی وجود دارد؟ با عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان عزیز، باید عرض کنم به حضورتون که ببینید موضوع آوارگی دو وجه داره. یکی وجه داخلی هست که درون مرزها و یا به عبارت دقیق داخل کشورها و مسائل ملی هست که موج آوارگی بیشتر. دوم بحث فراملی و برنامه‌ها و دخالت‌ها و دخالت‌های خارجی و جهانی هست. همونطور که در گزارشتون اومد، ما قریب به 75 میلیون تا 80 میلیون آواره در سراسر جهان داریم که این یکی از فجایع جهان امروز هست و درباره اون باید مقداری مسئله رو باز کنیم و بشکافیم.
اون چه مربوط به مسائل داخلی هست، انحصار طلبی حکومت ها و ارزم به حضورتون که غارت منابع کشور و ثروت اندوزی دستن در کاران هدایتگر کشورها و جوامع هستش که موجب نابرابری های اقتصادی و ایجاد طبقات اختلاف طبقاتی شدید در میان جامعه میشه، به طوری که افراد زیادی به عنوان افراد فرودست جامعه از توانمندی های مالی ناداری برخورد توانمندی های مالی برخورداری و این ناداری ها موجب این می شود که اونها در ضعیفترین موقعیت اجتماعی زیست خودشون رو بکنن و در این صورت است که مثلا مسائل مختلفی از جمله بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله و مسائل دیگری که اتفاق میفته اینها زندگی های و خودشون رو و محیط زیست خودشون رو از دست میدن و چاره جز آوارگی و پناهنده شدن به سایر نقاط رو ندارن. اما یک مسئله مهمتر از اون مسئله دخالت های کشورهای خارجی است و یا بعد فراملی مسئله ارزم به حضورتون آوارگی هست که در گزارش شما هم اشاره شد. بله. که این یکی از ریشه های اون همون مسئله جنگ خاص، یکی از مسائلی که در اینجا خیلی باید مورد توجه قرار بگیره، علارغم اینکه فطرت انسان ها به هم نزدیک و به طور فطری انسان ها از خشونت و قلدری و تجاوز بیزار هستن، متاسفانه شاهد این هستیم که جهان امروز بیشتر از هر زمانی بر پایه خشونت و جنگ و تجاوز قرار گرفته. همون نظام وحوش و جنگلی که مستتر هست و بر نظام و ساختار کلی نظام جهانی و به تبع اون بر ساختارهای ملی داخلی هم حکومت میکنه و حکم فرما شده. لذا این مسئله هم باید دقت داشته باشیم که در علارغم ریشه دیرینی که در تاریخ داره، در دوران معاصر از دوران استعمار کهن و بعد به استعمار نو و پسا استعمار یا ارزم به حضورتون که دوره جدید، این شدت و حدت بیشتری به خاطر اون زیادخواهی و ثروت اندوزی جهانی است که کارتل ها، تراست ها و صاحبان کارخانه های مهم به خصوص اسلحه سازی اصولا وارد یک عرصه می شوند به نام جنگ و درگیری و آوارگی و نزاع میان ملت ها و کشورها. حتی اینجا این مسبب این مسئله آوارگی عظیم ملت ها میشه. نمونه ها شما در دو جنگ جهانی اول و دوم دیدین، جنگ تجاوز در همین دوران معاصر اون تجاوز آمریکا به افغانستان مظلوم رو دیدیم، به عراق رو دیدیم که چه بلایای خانمانسوزی رو بر سر اینها آوردن. در اینجاست که این علل آوارگی که موجب این مهاجرت ها و این آوارگی ها و پناهندگی ها میشه از بین بردن ثبات سیاسی اون کشور هاست و به تبع از بین بردن ثبات سیاسی بنیه اقتصادی و سازندگی احاد یک کشور از بین میره و اونجاست که چاره برای فرار از این مصیبت نداره. اما اینکه چه چشم‌اندازی هست و موقعیتی است که ببخشید بک‌گراند صدای شما داره میپیچه، به نظر میاد که چشم‌انداز روشن و مثبت حقیقتا اینه که برای پایان این خشونت و تعرض وجود نداره، ولی ایدئال و تصور آینده مطلوب در گروه همیاری و همفکری الیت ها و نخبگان دلسوزان واقعی حقوق بشر و انسان ها هستند و الهیدانان جهان که اینها بر اساس آموزه های مکتبی و آموزه های علمی و آموزه های تعهد آور انسانی بتونن مجامع عمومی رو تحت فشار و عرضم به حضورتون که محاصره اندیشه های پویا قرار بدهن، که بلکه بتوانند در یک مجموعه و یک کانتکست عظیم این جریان رو به حد اقل برسونند. بله. از ممنونم. نفوذ و مداخله کشورها در امور دخل کشورهای دیگر
دخالتشون رو بله. جلوشون رو بگیرن. آوارگان امروز در مسائلی که امروز در غزه به وجود اومده دقیقا سکوت جوامع بین المللی و مهر تاییدی که غیر مستقیم بر جنایات رژیم اسرائیل میزنن یک نمونه بارز این است. و این چشمنداز فقط زمان مؤثر هست که اون وجدان جامعه بشری بیدار بشه و دست به اون ابتکار عملی بزنند که بله. بتواند جلوی این زیاده خواهی و جنگ افروزی ها رو بگیره. بسیار متشکرم از شما رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی از تهران.